منم وقت میخوام. بگو شفرکتون که آقای لطفی دیگه یه سره پاسخگویی کنن. مرسی. کاشکی من از خانم هایی که پایین هستن کم هم نیستن، دوستای منم در توشون هستن، چون داری در مورد باز میکنیم هندرایزو. آره نه من خیلی دوستم یه دوتا خانم دیگه هم بیان بالا و نظر بدن. اینجا فقط من و تو هستیم، شما هم که مادریتوری داری میدونم که فکر کنم خیلی اذیت داری میشی. آقای لطفی، آقای ناصر بودن که تجربه خودشون در زندگی در کل لطفاً از بین نمیدونم بله. لطفاً از بین خانمای مسلمان بیارید، اونا هم از ما دفاع کنن. از بین خانمای مسلمان هم بیارید. آدم از آقای نمیدونم آقای ناصر بودن، متوجه نشدم، معذرت میخوام، که از تجربه خودشون در مورد زنان بله بله. در کن. آقای ناصر شما میگین کارگری به این زنان تحمیل شده، شما کجا میدونین کارگری به این زنان تحمیل شده؟ ازشون پرسیدین تجربه زیستی یک زنی که در آلمان زندگی میکنه رو ازش پرسیدین که چه چیزی دوست داره؟ بعد بیاین اینجا تمام این زنانی که پایینن تجربه زیستی داشتن به عنوان زنانی که در یک کشور، حالا بعضیشون مسلمان زاده هستن، بعضیشون مسلمانن، بعضیشون هم مسلمان نیستن، ولی تجربه زیستی در یک کشوری که تحت به هر حال استبداد دینی توش بوده، تحت قوانین من به صراحت میگم ضد زن اسلامی بودن. شما خب قبول کنید، کسی که نمیخواد چیزی رو ازتون بگیره، چرا قبول نمی کنید که مبانی اسلام یک دین سکسیستی و جنسیت زده است و مبانی تبعیض جنسیتی داره؟ اینو به راحتی میتونین قبول کنین. چرا میخواین هی از این ور و اون ور هی میایین مثال میزنین، مثال عدالت میارین؟ این توهینه. شما از منی که زن مسلمان زاده هستم و در ایران بپرسید که آیا دین اسلام دین جنسیت زده است، آیا اسلام جایگاه والایی برای زن داره، من میگم وقتی جایگاه تعیین میکنه یعنی من رو یک ابژه جنسی میبینه و عاملیت رو از من میگیره به عنوان یک انسان. مثلا راجب جنسیت هم نمیخوام حرف بزنم، چرا انقدر این دین به جنسیت من کار داره، به اینکه من چطور متولد شدم کار داره؟ من یک انسانم، چرا هیچ وقت منو مخاطب قرار نداده؟ تمام قرآن فقط مردان رو مخاطب قرار داده و هر جا از زنان صحبت کرده گفته چه رفتاری با زنان انجام بدیم، و فقط به خاطر همین من میگم اسلام یک دین ضد زن هستش. و در اینجا هم شما میخواین توجیه کنید اینکه زنان کار میکنن، اینکه زنی کارگری میکنه، شما ازش پرسیدین آیا ناراضی از این که داره کارگری میکنه، آیا این بهش تحمیل شده، یا این آزادیه که داره در اجتماع زندگی میکنه؟ بله من یک عمر زندگی راحت داشتم، اینجا رفتم 6 ماه توی رستوران به گارسون بودم، بعدش هم زمینم جارو میکردم. زنی که تو ایران کمک داشت و اصلا تو زندگیش دست به جارو نزده بود، در طول زندگی زناشویی دست به جارو نزده بود، من یک رستوران بزرگ و آخر شب جارو میزدم، اصلا هم ناراحت نیستم. این تجربه زیستی زندگی من بوده و بهش افتخار میکنم که تونستم اون رو هم زندگی کنم. مطمئن باشین زنان کارگر مثل مردان کارگر از اینکه شغل دارن و آبرومندانه دارن زندگی میکنن و استقلال دارن و از قوانین برابر برخوردار هستن خوشحالن. شما لازم به نظر من درست نیست شما دلتون برای زن کارگر بسوزه، مگه دلتون برای مرد کارگر میسوزه؟ که دلتون این حرفایی که میزنید ناراحت کننده است برای زنی مثل من. این من الان چند تا از دوستان سهیلا جون دارن به من همینطوری تو واتساپ و این برنامه پیغام میدن، دارن میشنون این حرف ها. این حرفا نه تنها دینتون ضد زنه، بلکه صحبت های شما هم آزاردهنده است برای زنان. آقای ناصر سرکار خانم، کسی به دین شما کاری نداره، خب قبول کنید این دین، من عرض میکنم احکام این دین، این احکام این دین ضد زنه و قوانینی که جمهوری اسلامی داره قوانینی که بر پایه آپارتاید جنسیه. در ضمن شما سوال من رو خانم بقیه انسان ها جواب ندادین،
بقیه انسان‌ها که گرایش جنسی متفاوتی دارن، هویت جنسی متفاوتی دارن، حقوق اون انسان‌ها چی شد؟ خانم صدری ممنونم از شما. خیلی ممنون. سهیل جان شما بفرمایید. ممنونم شاپر جان. جناب لطفی بفرمایید. ببخشید ببخشید شرمنده آقای لطفی، من یه چیز قبلش عرض کنم خدمتتون. من خیلی توی اینستاگرام دارم به من پیغام میدن که میخوان بیام بالا، اگر امکانش هست پاسخ آقای سلیمانی عزیز و آره لطفی فرمایید بدید، و اگر احساس میکنین که دیگه این بحث مناظری تمام است که من هندرایز رو باز کنم که سایر دوستانم بتونن بیام بالا و نظرتشون. یک وقتی رو به من اختصاص بدید، من پاسخ رو دارم. چشم. ببخشید من هی صدا میکنم برای خوردن سحری. ببخشید من باور شما رو در مورد لایسیته یا سکولاریته هم میخوام بدونیم، ما این مسئله مونم هست. حالا جدای از اون پیرو سوالی که من کردم، الان اجازه بدید و من تو وقتم صحبت کنم ممنون میشم. بفرمایید آقای لطفی. خانم شجری زاده، این که میگه چرا قبول نمیکنید، شما اگر ما حالا فارسیشو بگم فرزندان دلیلیم، نحن ابناء دلیل، شما اگر واقعا یک منطق قوی تری ارائه کنی، با دلیل بخوای ذهن ما رو اقناع کنی، ما اقناع میشیم، از شما میپذیریم. شما تردید نکنید، ما اگر منطق قوی تر ارائه بشه میپذیریم. اما ببینید الان مواردی که مطرح شد، من فکر کنم 10 مورد موضوعات مختلف وسط کشیده شد، در حالی که بنده فقط فرصت پیدا کردم این آیه شریفه رو فقط کلمه وزر و بوهنه رو توضیح بدم. توضیح دادم که این به معنی زدن نیست. آقای سلیمانی اومدن استناد کردن به تفسیر آقای مکارم شیرازی، گفتن که عباراتی در اینجا آورده شده که شرم‌آوره. جناب آقای ایمانی، من یه سوال از شما میپرسم، جوابش یک کلمه بگو آره یا نه، سری من ادامه بدم که وقت زیاد گرفته نشه. شما قبول دارید که همین قوانین، قبول دارید که نظرتونه میخوام ولی خودتونم بگید، قوانین ما برگرفته از قرآن و این در واقع برگرفته از قرآنه، بعضی از قوانین مربوط به خانواده و حقوق زنان؟ ببینید برخی از قوانینمون برگرفته از قرآنه، برخی از قوانینمون برگرفته از حقوق، حداقل در مورد حقوق زنان الان شما نقد میکنید، میگید قانون شما از اینجا گرفته شده دیگه. بله ببینید برخی قوانین مدنی ما برخی از قوانین مدنی ما مثلا حدود نامزدی برگرفته از قوانین آلمانه، اما اون قوانین خانواده بیشترش برگرفته از شرع. بله ببینید این تفسیر دومی که شما اشاره کردید به مکارم شیرازی، گفتید که نه خلاف نظر شما ایشون نظر داده. ببینید در نظر همین فقهاست که در قانون ما در واقع به شکل قانون متبلور شده. این وجهش که شما اشاره کردید شرم‌آوره، باید تو قانون رد و پاشه ببینیم دیگه، باید تو قانون هم ببینیم. ببینید توی قانون ما اگر زن ناشزه شد، نافرمانی کرد، رفت توی خونه پدرش، نهایت کاری که میتونه مرد انجام بده اینه که دادخواست الزام به تمکین میده. آقا همسر من رفته تو خونهش، ناشزگری میکنه، نافرمانی میکنه، و در اینجا قاضی میاد در واقع زن رو ملزم میکنه، میگه خانم شما همسر شرعی و قانونی دارید، از همسرتون در واقع برید تمکین داشته باشید. در همین حد ضمانت اجرای این حکم قاضی چیه؟ ضمانت اجراش اینه که اگر زن بر نگشت، تمکین نکرد، کتک میخوره، زندانی میشه، مجازات میشه. هرگز ضمانت اجرای حکم قاضی چیه؟ ضمانت اجراش اینه که اگر زن بر نگشت و تمکین نکرد، فقط نفقه بهش دیگه پرداخت نمیشه. از تاریخی که از حکم دادگاه نافرمانی کرد، دیگه نفقه بهش پرداخت نمیشه. یعنی زن نه مجازات میشه، نه کتک میخوره، نه شلاق میخوره، نه چیزی. در مورد این ناشزگری، اگر اگر قرار بود به اون چیزی که شما میگه شرم‌آوره تو قانون ما متبلور بشه، ضمانت اجرای حکم بایستی مجازات میشد. اما در مورد مردان چی؟ در مورد مردان به محض اینکه ترک انفاق برای قاضی، برای محکمه احراز بشه، مرد بازداشت میشه، مرد زندانی میشه. یک تعهد زن داره، یک تعهد مرد. مرد اگر به تعهدش عمل نکرد زندانی میشه، زن به تعهدش عمل نکرد فقط ضمانت اجراش اینه که نفقه دیگه از اون تاریخ به بعد بهش پرداخت نمیشه. هیچ گونه مجازاتی برای خانم ها در این زمینه در نظر گرفته نشده.
و اما در مورد ارث که مطرح کردی، چرا دختر من اگر خواست با یه فردی ازدواج کنه چرا بایستی نصفش پرداخت بشه؟ ببینید آقای ناصر درست اشاره کردن، این یک پکیجیه که باید کلی دید. ببینید این نصف بودن ارث در این بستر با توجه به این حقوق زن و مردی که مقرر شده در واقع تعیین شده. این یک نکته. نکته دوم، این آیه شریفه بر شما، بر دختر شما، بر پسر شما الزام ایجاد نکرده، جرم انگاری نکرده، بر شما واجب نکرده. میگه من با توجه به این حقوقی که برای زن و مرد در زندگی مشترک معین کردم، اینجا دختر نصف ببره. اما الزامی نیست. آقای سلیمانی اینو در نظر بگیرید، شما دخترتون پسرتون و بقیه هر کسی که خواست میتونن بین خودشون توافق کنن و سهم دختر رو کامل پرداخت کنن. آیه شریفه که برای کسی الزام ایجاد نکرده، نگفته اگر کسی به این آیه عمل نکرد مجرمه باید مجازات بشه، گفته این توصیه، این حکم تو این بستری که من معین کردم با این وظایفی که من تقسیم کردم عادلانه است. اما اگر شما لطف اجازه بدید آقای ایمانم صحبت کنم، مرسی. من قبل از اینکه اجازه بدین یه چند ازشون به هر حال بعد وقت تقسیم بشه، اصلا حرفم تمومه، بفرمایید. دو تا جمله هم حرف ندارم، ولی میخوام بگم ببینید 10 تا مورد مهم از موضوعات مختلف مطرح شد، من فقط به یکیش مجال پیدا کردم پاسخ بدم. حالا دوستان میگن دیگرانم بیارید. بعد این نکته رو شما در نظر داشته باشید، ما بسیاری از افراد صحبت کردیم، خودشون رو مدافع حقوق زنان میدونستن، به همین حکم مثل آقای سلیمانی معترض بودن، ولی وقتی که پای تقسیم ارث به میون اومد بین خودشون به خواهران خودشون نصف دادن. خب آقا قرآن گفته بر شما الزام نکرده، جرم انگاری هم نکرده. حداقل شما که معترضید، مثل ما که نیستید معترض نباشید، شما که معترضید بین خودتون، بین خواهرتون، بین خواهرانتون نصف چیز کنید، مساوی تقسیم کنید. شما چرا مساوی تقسیم نمی کنید؟ اجازه بدید آقای ایمان صحبت کنم، ممنونم. کجا می دونید که نمی کنیم؟ خب ببینید، من نکته رو خدمت جناب لطفی عرض کنم، چون من خودم به هر حال حقوقدان هستم این رو عرض میکنم. جناب لطفی، رد پای شرع در قوانین ما تابق و نعل به نعل نیست، بلکه گاهی قوانین شرع به دلیل مشکلات اجتماعی امروز تعدیل میشه. به عنوان مثال، شما در شرع انور اسلامی خودتون هیچ کجا اشاره نشده برای ازدواج مجدد نیاز به اجازه همسر هست، هیچ کجا اشاره نشده. یعنی پیامبر اسلام برای ازدواج با عایشه، حفصه، سوده، ام سلمه و دیگران هیچ وقت از زنان عقبی خودش اجازه نمی گرفتن. اما چرا در قوانین ما آمده؟ چون در سال 48-49 لایحه حمایت از قانون خانواده آمد که بتواند اندکی قوانین افسار گسیخته شرعی رو تعدیل بکنه که کانون خانواده حفظ بشه. پس بنابراین شما نفرمایید که این قوانین شرع چون در قانون ما مثلا تغییر کرده قانون ما همان شرعه. نه، قانون کار یک نمونه است. شما اگر حقوقدان باشید میدانید این قانون از نظر شورای نگهبان برخلاف شرع شناخته شد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. پس کسی نمیتواند بگوید چون قوانین ما همه از شرع است. نه، کلیاتش از شرعه. چه بسا در بسیاری از امور مجبور شدن این قانون رو تعدیل بکنن، مثل قاعده اسر و حرج که انواع و اقسام اینها رو آوردن که زن بتواند طلاق بگیره، چون در اسلام زن حق طلاق ندارد. پس باید ماده قانونی رو ذکر بفرمایید، بنده سوابق فقهی، تاریخی و حقوقی اون رو خدمت شما عرض کنم و اشاره کردم. یک سوال فقط در این مورد دنبال صحبت شما این بله ناصر جان. آقا ایمان، این بحث نافرمانی زن اصلا خودش یه صورت بسیار وحشتناکی وقتی ذکر میشه، اصلا این یعنی چی؟ اگه ممکنه اینو برای ما باز کنین، نافرمانی زن از نظر آقای لطفی و تفکر همسوی ایشون یعنی چی؟ این خودش خیلی زشت اصلا گفته میشه. اصلا در همون آیه 34 سوره نساء اگر دقت بفرمایید اشاره شده که زنان درستکار فرمان بردارن، یعنی گویی اگه زنی فرمان بردار نباشه درستکار نیست. همون آیه 34. ببینید طبیعتا شما در درون اسلام زن باید مطیع مرد باشه،
حالا ایشون اشاره کرد مثلا نشوز خاص داریم که منظور عمل جنسی است. شما روایت های متعددی میبینید که هیچ کجا به زن توجه نشده. میگوید اگر مردی تمتع جنسی از زن رو خواست و زن امتناع کرد، تا زمانی که به بستر برگرده فرشتگان او رو لعن میکنند. از جعفر صادق روایتی که زن باید خود رو آماده کنه حتی بر پالان شتر. خب سوال اینه، آیا اصلا سوال شد که زن تمایل دارد یا ندارد؟ اصلا شاید زن تمایلی به این کار نداره. آیا عمل جنسی، البته یه چیزم عرض کنم جناب لطفی و جناب ناصر، حالا من نخواستم این مطلب رو عرض کنم ولی اینو خدمت دوستان بگم. ببینید در علل و شرایع شیخ صدوق که جناب ناصر عزیز اشاره میکردن حکم و علت رو بگید، شیخ صدوق آورده دلیل دادن مهریه میدانید چیست؟ طبق روایت های متعددی اشاره میکند که چون زن به مالکیت شوهر در میآید، که منظور همان آلت جنسی زنه، یعنی مرد با دادن مهریه آلت جنسی زن رو تملک میکنه. به همین دلیله که اگر طبق قوانین و قواعد حقوقی مرد ببیند زنش با مرد دیگه‌ای در حال زنا هست، حق کشتن هر دوی اونها رو داره. چرا؟ چون احساس میکنه به مال او خیانت داره میشه. یعنی زن در واقع نفرمایید هم... آقای سلیمانی نفرمایید. اجازه بفرمایید شما ماده 630 شما صحبت میکنید، جزا رو به مطالبه بفرمایید. وقتی هم دادن اختصاص بده اساسا روایت همین مسئله من عرض میکنم از کجاست. سعد ابن عبادی خزرجی این رو به پیامبر اسلام گفت، خب محال ممکنه که من وارد خانه‌ام بشم ببینم زنم در حال زنا با کسی دیگری است و من اون مرد و زن رو نکشم. پیامبر شما اشاره کرد که بله، اگر سعد غیرت دارد خدا از او غیرتی تر است. یعنی در واقع این حکم رو تنفیذ میکنه که بعدها در ماده 630 قانون مجازات اسلامی آمده. دوست بزرگوار مطالبه فهم. اما برگردم به سر کاملا میدونم ولی جناب میتونم یک نکته رو عرض کنم؟ بفرمایید. این چیزی که شما فرمودید، این روایت که از علل و شرایع از قول امام صادق بیان فرمودید که مرد به واسطه من فکر کنم شارژ ناصر تموم شد. میاد صدای بنده؟ صدات رفت، صدات کم شد. صدات کم شد. الان چطور؟ الان عالیه. این روایتی که شما استناد کردید، این هم در تعارض با قرآن کریم هست. این روایتی که شما فرمودید مستفادش این بود دیگه، مرد به واسطه مهر مالک زن می شود و زن به ملکیت مرد در میارد. درسته؟ مالک آلت تناسلی. بله. قرآن کریم تعبیرش از مهریه اینه، و آتو صدقات هنه نهله، صدقات رو مهر رو از باب هدیه به اونها بدهید. نهله یعنی هدیه دادن. این کجا که شما این رو یک ثمنی ببینید برای یک معامله و بگید به واسطه این مهر زن به تملیک مرد در میاد، این کجا؟ این کجا قول قرآن کجا که میگه و آتو صدقات هنه نهله؟ یعنی این مهریه اثبات صداقت و راستی مرده و به عنوان هدیه به خانم داده میشه. این در تعارض آشکار با این آیه قرآن کریم قرار داره. فلذا من عرض کردم ما بایستی تراث رواییمون رو پیرایش بکنیم. این انتقادیه که به خود ما طلاب وارده، به خود ما مسلمین وارده. این آیه که فرمودید در تعارض تام با این آیه قرار داره و کلن با سیاق آیات قرآن کریم. من عرض کردم خداوند میگه با عاشروهن بالمعروف، با اونها به خود نیکی رفتار بکنید. جای دیگر میفرماید که آیا من یه سوال پرسیدم، آیا در آیه های قرآن توصیه شده که وقتی مردی خارج از کانون خانواده رابطه جنسی برقرار میکنه، آیا زنان چه رفتاری انجام بدن؟ مثل همون آیه که در مورد زنان ناشزگی زنان اومده، آیا در مورد مردان هم یه همچین آیه هست که اگر مردی در جدای از همسرش با زنی رابطه جنسی برقرار کنه زن باید چی کار کنه؟ هست یه همچین آیه ای؟ خب اجازه بدید خانم شجریزاده عزیز، من ابتدا پاسخ جناب ناصر رو بدم. ببینید آیه ناصر عزیز، آیه 20 سوره نساء و 21ش رو بنده برای شما میخونم که ببینید مهریه و کام گرفتن تا چه اندازه با هم ربط داره. در آیه 20
میگوید و اگر خواستید همسری به جای همسر ستانید و به یکی از آنان مال فراوانی داده باشید، چیزی از او پس مگیرید. آیا میخواهید آن را به بهتان و گناه آشکار بگیرید؟ حالا آیه بعدش 21، و چگونه آن را میستانید، منظورش مهریه است، با آنکه از یکدیگر کام گرفته اید و آنان از شما پیمانی استوار. پس این کامگیری و مهریه چه نسبتی با هم داره؟ جناب ناصر عزیز بفرمایید، من در خدمت. ناصر صدای بنده میاد. بله. جسارت این آیه که فرمودید مطلقاً ظهور در اون معنایی که اراده کردید نداره. چطور؟ برای شما هدیه گرفتن معنا داره ولی برای من کامگیری و مهریه معنا نداره؟ نه بزرگوار، نگاه، این آیه که شما اشاره کردید اون آیه دلالتش خیلی واضحه، میفرماد با آتو صدقاته نهله، مهریه به عنوان هدیه به خانم داده میشه نه به عنوان ثمن معامله. اما این آیه که شما میفرمایید شأن نزولش در خصوص مردانیه که میومدن، شما مراجعه کنید به تفسیر مجموع البیان، میومدن بهانه قرار میدادند مهریه هایی رو که در دوران جاهلی به خانم هاشون تعلق گرفته بوده و رقم خیلی هم بالایی بوده، می اومدن می گفتن این بعد از اسلام منسوخ شده و ما این رقم بالا رو پرداخت نمی کنیم. حتی تعبیر خداوند اونجا اینه، این لفظ قنطار رو به کار میبره، میگه حتی اگر مهر زن به اندازه‌ای باشه که به اندازه‌ای طلا باشه که شما باش پوست گاوی رو پر بکنید، حتی اگر به این اندازه باشه شما حق ندارید ارزن به محضرتون که تخلف بکنید. شأن نزول آیه این هست، یعنی میخواست جلوی سودجوی آقایون رو بگیره. ناصر جان جواب شاپرک عزیز رو اشکالی... جناب ناصر ببینید اشکالی نیست جلوی سودجوی رو بگیره، مسئله اینه که وقتی سخن از کام گرفتن و ندادن مهریه میکنه این دو باید کنار هم باشه. مثل اینکه میگوید چرا ثمن مال رو ندادی در حالی که مال رو قبض کردی. اینجا مشخصه ثمن در برابر مال هست. وقتی صحبت میکنه که چگونه میخواید اون مهر رو پس بگیرید در حالی که کام گرفته ای، این برای این است که شما وقتی اون مهر رو میدید کام به خاطر کامه، وگرنه خب دلیلی نداره میگفت طلاق که گرفتید مهرتون رو پس بگیرید. اینه که حالا به هر حال آیه کاملا روشنه و قضاوت به عهده دوستان است. شما میدید اگر طلاق قبل از مواقعه واقع بشه، عرضم به حضورتون که نیمی از مهر به تملیک خانم در میاد. خداوند خواسته این شبهه برطرف بشه، بگه چون بعد از مواقعه بوده است شما میبایستید به شکل تام و تمام مهر رو پرداخت بکنید و زیاد بودن این مبلغ رو هم بهانه ای قرار ندید که بخواید از حقوق خانم خدای نکرده صرف نظر بکنید. و الا دلالتون آیه که اول عرض کردم و آتو صدقات نهله خیلی صریح و شفافه. اون روایت رو هم عرضم موضوع چون در تعارض با این قرار داره، ما بایستی به قول آجاقا فضربوه و علت جدار به دیوار بکوبیم. جناب ناصر ببینید شیخ صدوق وقتی این مطلب رو آورده در تعارض نیست. الان من آیه قرآن رو خواندم برای شما، یعنی به صراحت مهریه و تمتع جنسی رو در کنار هم قرار داده. پس روایت شیخ صدوق مخالف قرآن نیست. ممکنه دو برداشت هم ازش بشه، هیچ اشکالی نداره. ولی اون روایت شیخ صدوق هم در جای خودش کاملا معتبره و مؤیدش هم این آیه 21 سوره نساء است. جسارتا اون تصریحی که به کامجوی در آیه شریفه شده عرض کردم برای اینکه اون شبهه برطرف بشه، چون قبل از مواقعه گفتم نیمی از مهر خانم تعلق میگیره، ولی اینجا خداوند میگه کامل میبایستی پرداخت کنید. چرا؟ چون مواقعه صورت گرفته، برای برطرف شدن این شبهه این قید در این آیه لحاظ شده. سپاس از شما. ناصر جواب شاپرک رو ندادی. چی بود فرمایششون؟ شاپره دوبار پرسید. خاطرم اومد. بله خاطرم اومد. ببین ما روزه‌دار بودیم امروز. خب آره یه مقدار از نظر بنیه تقلید رفتیم. از بخواب عرضم به محضرتون که ناکنید به شکل مستقیم نخیر اشاره ای نشده، اما قواعدی که در قرآن هست مثل قاعده نفی ضرر، قاعده نفی حرج و سلسله قواعد و محکمات دیگه، فقها رو بر این میداره که فتوا بدهند اگر یک مردی میشه مثل برای خارج. این هم آیه بیارین، این قواعدی که گفتین آیه هاش رو بگین و معنیش رو. بله عرض میکنم اگر یک مردی روابط خارج از چارچوب داشت و صدای بنده میاد. بله بله
اگر یک مردی روابط خارج از چهارچوب داشت و این روابط برای خانم یک عسر و حرجی رو به همراه داشت، عسر و حرج جسمی، ذهنی یا از حیث آبرو، خانم میتواند با استناد به قاعده عسر و حرج طلاق بگیره. قاعده عسر و حرج هم که خب در قرآن هست، ولا جعل علیکم فی الدین من حرج. این قاعده قاعده جز قواعد آمره فقهیه و در تمام ابواب فقه و در تمام شؤون فقها بهش استناد کردند. اینه هم که بعضی ها میگن من عربی بلد نیستم. میشه بگین من عربی بلد نیستم. میگه خداوند در کار دین برای شما عسر و حرج قرار نداده. هر جا عسر و حرجی بود عرضم به حضورتون که حکم دین اونجا ساقط میشه. اینی هم که ممکنه بعضی ها انقلت بیارن بگن استناد فقها. ببخشید یه آیه عمومیه کلن گفتن عسر و حرجی بر شما قرار بله. نداده. یعنی آیه بله بله. عمومی در همه موارد میشه ازش استفاده کرد. ربطی به رابطه, بله بله. رابطه بله. جنسی مردان نداره. ولی در مورد زنان به صورت مشخص اسپسیفیکلی آیه بله. آورده که اگه زنان بله. انجام دادن میتونین کتکشون بزنین بله. میتونین باهاشون نامهربونی. دلیلش هم اینه دلیلش هم اینه از باب تقلیب آیات نازل شده، چون محیط نزول آیات، محیط معاشرت پیامبر مردانه بوده. این یه قاعده تقلیبی، قاعده اصولی و ادبیه. فلذا میان اون جنسیت غالب رو ملاک قرار میدن. مثلا قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو خطابش به مردانه. منتهی مثلا میگه یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ای کسانی که ایمان آوردید روزه بر شما واجب شد. آیا یک زن میتونه بگه چون این خطابش آمنو بوده من از دایره شمولش خارجم؟ خیر. این از باب قاعده تقلیب بوده و این احکام هم چون بیشتر مبحث خیانت زنان مبتلا به حالا بوده و مردان حالا توجیهات دیگری داره، از این باب اشاره مستقیمی به این مبحث نرفته چون خیلی مبتلا به نبوده. یعنی زنان قوای جنسیشون بیشتر خیانت میکنن، منظورتون اینه؟ نه نه، عرض کردم به خاطر اون محیط بوده، چون بیشتر محل پرسش پیامبر مردان بودن. آیات هم از این جهت نازل شده. من این رو هم بگم، این انقلت حتما شاید آقای ایمان بیاورد بگن که خیلی از این مصادیق عسر و حرجی که فقها بر مبنای اون یک زنی رو متعلق میکنند، این به خاطر فشارهای بین المللی باشه. نه خیر، سید یزدی صاحب عروه فکر میکنم در عصر قاجار زندگی میکرده، ایشون در کتاب عروه نقل میکنه که عسر و حرج از مواردی که زن میتونه با استناد به اونها خودش رو متعلقه بکنه. این یک چیزیه که در فقه ما پذیرفته شده است، در قانون ما هم آمده. فرض بفرمایید آقا سوء رفتار مستمر داره، اصلا رفته یک شغلی رو اختیار کرده آقا که با حیثیت خانم منافات داره، خانم میتواند با استناد به این اصل از دادگاه تقاضای طلاق بکنه. آقای ناصر توی دادگاه های خانواده مدت ها رفتم اومدم، یک بارم طلاق گرفتم، دادگاه ها رم دیدم. بحث من بحث خشونت خانگی بوده، مدرکم داشتم، ولی اونجا مورد آزار قاضی هم قرار گرفتم. یعنی این حدی که شما میزنی عسر و حرج که چه عرض کنم، خشونت خانگی بوده، سرکار خانم قانونی هم بوده، نقصان قوه قاضی من رو مورد خشونت قرار داده، خشونت کلامی قرار داده و من رو متهم کرده، نه مردی که خشونت کرده. و به من گفت شوهرت بیمار که نیست که تو رو کتک زده، چه کار کردی که شوهرت کتکت زده؟ این عیناً جمله‌ای که قاضی به من گفت و مدرکم داشتم. حرف قاضی حرف اشتباهی زده به پای اسلام. نه دیگه، خب بعد طبق قوانین حتی خلاف نه 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 پس ایشون در مورد قوانین اصلا قاضی مطابق قوانین ما قاضی حق نداره با شاکی یا خواهان یا خوانده این چنین عتابی برخورد بکنه بگه طلاق و طلاق کار در ایران. شما ادله شما ادله تشریف آوردین جناب لطفی. چند تا خانم دیگه هم همین رو گفتن که قاضی برگشت گفتش که حتی میتونی یه جوری بزنیش که جای کبودی نمونه، یا حتما یه کاری کردی که زدتت. آخه فقط مگه این شاپرکه؟ همین الان امشب چند تا خانم اینجا، من مدافع قضات نیستم، قضات خیلی اشتباه میکنن. نه آقای لطفی، چون آقای ناصر اسم قوانین رو به جرأت میگم،
بله به جرأت عرض میکنم که قاضی خلاف کرده، یعنی بیادبی کرده. قاضی حق نداره این چنین اعتابی به کسی جمله ای رو بگه که تو با یه کاری کردی. شما اسناد ادله مدارک تو ارائه میکنی، قاضی یا اینها رو میپذیره یا نمیپذیره، تموم شد. قاضی نه حق داره کسی رو اینجوری موعظه کنه، نه اعتابی با کسی برخورد کنه. از این گذشته اشتباه قاضی اشتباه کرده، ما که مدافع آقای لطفی من نیستیم. اصلا اینجا چون آقای ناصر اومدن در مورد دادگاه ها و زنان ایران صحبت کردن، من آقا ناصر از حقیقت صحبت میکنه. ببینید شما خودتون خانم شجریزاده یه جمله بگم، آیات به مردان نازل شده و نه به نه. مردان یه جمله در مورد نافرمانی زنان توصیه شده که در که باید زنان از شما فرمان ببرن. وقتی یک انسان رو مردها هم فرمان میبرن دیگه، مردها فرمان میبرن، ولایت یک انسان رو به یه مرد دیگه میده، خب این میشه این دین زن ستیز دیگه. الان ولایت منم دست همسرمه. ببینید آقای ناصر از حقیقت صحبت میکنه، میگه دروغ بده. همسرتون رو بیاریم ببینیم چقدر حرف شما رو تایید میکنه. ببینید من یه جمله مطمئن باشین تایید میکنن ایشون. اجازه بفرمایید. آقا ناصر میگه دروغ بده، شما میگید بعد چرا تو جامعه ما دروغ وجود داره؟ آقا ناصر وظیفش اینه که بگه دروغ بده، شما هی بگو تو جامعه بعد چرا اینقدر دروغ وجود داره. خب ببینید ما که عملکرد قضات رو در واقع تایید نمی کنیم، خیلی خلافهای دیگه هم ممکنه داشته باشن. ما مدافع قضات و مدافع مسلمان ها نیستیم، ما از حقیقت اسلام اون چیزی که فهممونه داریم میگیم، این نیست اینه. بعد این یه نکته جناب لطفی، اگر خانمتو بیار صحبت کنه، حق طلاق داشتم، اگر من حق طلاق داشتم مثل یک مرد، نه از شوهرم مجبور بودم خشونت رو تحمل کنم، نه مورد خشونت خانگی قرار می گرفتم، نه اینکه مورد خشونت کلامی اون قاضی قرار می گرفتم و به هم توهین می شد. اگر حکم طلاق داشتم مثل یک مرد از حقوق برابر برخوردار بودم، و نه این که اصلا نه در زمینه خشونت، هر زمانی که احساس کردم از بودن در اون رابطه زناشویی ناراحت هستم، میتونستم برم و طلاق بگیرم. الان اصلا این همه خشونت به زنان ایرانی در دادگاه های ایران نبود، در داخل خانه ها نبود. زن یکی از بزرگترین حقوقی که از ما گرفته شده بر پایه ارزش های اسلامی و قوانین اسلامی حق طلاق هستش. اگر من حق طلاق داشتم اصلا مجبور نبودم خشونت ببینم، همون اولین دفعه که این اتفاق افتاد میتونستم برم طلاق بگیرم. مثل هزاران شما هم حق طلاق دارید، شما هم حق طلاق دارید خانم، شما هم حق طلاق دارید، هم حق طلاق دارید. ببینید مرد هم اینجور نیست که هر لحظه اراده کرد همسر خودش رو طلاق بده، کلی مسئولیت داره. شما هم حق طلاق دارید. اگر همین مواردی که آقا ناصر توضیح دادن طبق قانون اساسی، من حق طلاق ندارم. نه دیگه، ببینید خانم شجریزاده، ببین قانون اساسی اصلا بحثش جداست، اصلا اسم بحث قانون اساسی رو نیارید بهتره، چون تو قانون اساسی به این موارد جزئی که اشاره نمیکنه. ما قانون مدنی داریم، جزئیه جناب خانواده بر... نه جزئی منظورم قوانین موضوعه است. ببخشید من اجازه دارم دخالت کنم؟ من اجازه دارم یک سوال از جناب آقای لطفی دارم. جناب لطفی شما میفرمایید در قوانین اسلامی زن حق طلاق داره، میشه مستند این مطلب رو ببنده بفرمایید کجاست؟ مردی که بدون اجازه همسرش همسر به اختیار کنه. اگر مرد روایت یا آیه‌ای در این مطلب دارید بفرمایید. ببین الان که من در واقع ببخشید نمیتونم بگم، من سر سفره نشستم، کمی این برتر دارم با شما صحبت میکنم. دیگه به هر حال جناب لطفی بله، ببینید یه نکته رو عرض کنم خدمت شما، همین آیه شریفه ای که آقا ناصر اشاره کردن، به درست هم اشاره کردن، اگر مرد رفتاری با زن داشته باشه، حالا خشونت خانوادگی میگه، رفتاری داشته باشه بدون اجازهش بره همسر رو انتخاب کنه، نفقه پرداخت نکنه، بدون دلیل موجه منزل رو ترک بکنه، همه اینها در واقع برای خانم حق طلاق ایجاد میشه. علاوه بر اینها خانم موقع ازدواج، طلاق خیلی موضع سنگینی نیست، خانم میتونه موقع ازدواج
با همسرش توافق کنه در واقع وکالت طلاق بگیره ازش، یعنی مرد حق طلاق رو تفویض کنه به خانم، خانم خودش وکیل باشه بره طلاق بگیره. این موضوع خیلی سخت و پیچیده نیست. بعد این خانم محترم هم که گفتن همسرتو بیار صحبت کنه، ببینید خانم شجری زاده شما مدافع حقوق زنان هستید، من بسیاری از موارد با شما همراه هستم، هم نظر هستم، گفتم هم که اگر عقیدم هم گفتم اگه قرار بر این باشه که فریاد برابری حقوق زن و مرد سر داده بشه، واقعا این آقایون هستن که باید این فریاد رو سر بدن، زیر مسئولیت کمرشون شکسته شده. ما داریم تو این جامعه زندگی میکنیم و میبینیم الان یکی از اون زنانی که شما دارید از حقوقش دفاع میکنید همسر بنده است. ببینید توی زندگی چه مسئولیتی داره، مسکن تهیه شده، خوراکش، پوشاکش، هزینه درمانش، هزینه سفرش، هزینه تحصیلش. یک بار این مواردی که شما دارید میگید بیاد از من اجازه بگیره، من بهش اجازه ندم، سختگیری باشه، نمیدونم، هیچ کدوم یکی از اینها نیست. یعنی خانم داره سلطنت میکنه. من نمیدونم الان شما از کدوم یکی از حقوق مثلا همسر منم یک زن ایرانیه دارید دفاع میکنید. ببینید من عرض کردم این به این معنی نیست که هیچ جا هیچ گونه تبعیضی وجود نداره. بندم بر این باور هستم که در برخی از امور اصلا ضرورتی نبوده که این همه مثلا برای خروج از کشور و اینا، چون قابل تغییره. یک سری قراردادهایی هست که متناسب با تغییر شرایط، متناسب با تغییر اوضاع جامعه و تغییرات که در فرهنگ عموم جامعه ایجاد میشه، میشه این قراردادها رو تغییر داد. ولی اینقدرم که شما میگید در حق زنان ایرانی اجحاف میشه، اینقدر چون من دارم زندگی میکنم، من 6 تا خواهر دارم، اصلا برادر ندارم، یک همسر دارم، دارم زندگی میکنم، خودم اصلا پسر ندارم، 2 تا دختر دارم، من دارم میبینم زندگی رو. الان واقعا یک خانم ایرانی با یک مردی که اخلاق داشته باشه، تقید داشته باشه و اخلاق، ازدواج کنه، زندگی موفقی داشته باشن، یعنی واقعا خانم سلطنت میکنه، واقعا خانم خوشبختی رو به معنای واقعی کلمه تو زندگی تجربه میکنه. مثل اون زنهای اروپایی که خودت خیلی جالب بود گفتی قفس طلایی، درسته؟ بله. نه 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 نه، مگه تلایی. مگه همسر من تو قفس طلایی، از من اندازه اون آزادی ندارم. گفتم ایشونم آقای لطفی لطفا اجازه بدین، ببخشین من اومدم یه جمله بگم. خانم شجریزاده یه جمله قشنگی گفتن، گفتن توی ایران من جارو به دست نگرفته بودم. خیلی حرفا، این همه تو ایران زندگی کرده جارو به دست نگرفته. آقای لطفی اون به خاطر شرایط مهاجرت. باشه، میخوام بگم شاپرک جان اجازه بده صحبتشون رو تموم کنن. آقای لطفی آره، من هم فکر نکن خانم مثلا حتما میره بیرون اجازه بگیره من بهش سخت بگیرم. ایشون فرقی نمیکنه، منم اگر جایی برم حتما با ایشون هماهنگی میکنم. ببینید زندگی انسانها، زندگی ما مبتنی بر قواعد فقهی و قانون نیست. توصیه شده، عرض کردم که یک مورد قاعده فقهی، حکم فقهی داشته باشیم، 100 تا توصیه اخلاقی و الزامات اخلاقی داریم که زندگیتون رو بر اخلاق مبتنی کنید، نه بر قانون، نه بر قاعده فقهی، نه بر حکم فقهی. آقای لطفی متوجه زندگی خصوصی شما شدیم، ولی فکر میکنم بحث امشب اصلا در مورد زندگی خصوصی شما نیست که یه نکته سر بخواد من عرض کنم جانه. یه نکته عرض کنم تا بحث تمام بشه. جناب آقای ایمان بزرگوار، نکنی از منظر فقهی زن به دو طریق میتونه خودش مطلقه بکنه. یک شرط ضمن عقد که تمام آقایون فقها فتوا دادند که این جایز، خانم میتونه وکالت بگیره در ضمن عقد از آقا و خودش رو مطلقه بکنه هر وقت که اراده کرد. دو، با استناد به عسر و حرج، قاعده عسر و حرج که از قوانین مسلم شرعیه. اینا رو گفتین دیگه، اینا رو گفتین، دارین تکرار میکنین. یک نکته دیگه هم بگم، یک نکته دیگه در باب خروج از منزل و تمکین عام هم بین فقها اقوال مختلفی بیان شده. بسیاری از فقها مثل ناصر جان، ناصر جان. البته ببخشید، خواهش میکنم چون من وقت دارم من که خانم دکتر عرض کنم ببخشید، این ناصر عزیز خیلی منتظر بود چون اصلا میدونین من چون الان 6 ساعت من ببین من پرسش پاسخ دو ساعت پرسش پاسخ تلگرام بودم، بعد رفتم اسپیس، اونجا منظور من باید صحبت میکردم، به خاطر این فردم بعد برم مریض بزنم. فقط دنیا از همه تو دو دقیقه خودش. اگر یه دو دقیقه تمام بفهمی صحبتش تموم شه بعد میرسیم خدمت شما. سپاسگزارم.
عذرخواهی میکنم. برخی از فقها صدرت آیت الله بله بله حتما برخی از فقها مثل حضرت آیت الله خویی تصریح کردن زن میتواند، زن زمانی میتواند از، یعنی موظفه، عذر میخوام دیگه دم صبح من به ریب زدن افتادم، زن برای خروج از منزل زمانی بایستی از مرد اذن بگیره چون خروجش از منزل منافات داشته باشه با حق استمتاع مرد. در غیر این صورت اذن مرد هم نیازی نیست. حق استمتاع یعنی اینه خانم بخواد یک مسافرت طویل المدت بره که آقا در این مدت خب شاید از منظر جنسی مثلا در مضیقه قرار بگیره، اگر خلاف این باشه حتی اون اجازه هم نمیخواد. برخی از فقهای معاصر گفتند برای امور واجبه حتی نیاز نیست از آقا اذن بگیره. حالا امور واجبه چیه؟ صله رحم، یعنی بره دیدار اقوامش، بره دیدار پدر و مادرش، کارهای روزمرهش انجام بده. برخی از آقایون فقها قید عقل رو هم اضافه کردن، گفتن برای امور عقلایی مثل تحصیل کردن. در این زمینه ها هم نیازی نیست از آقا اجازه بگیره. اجازه صرفاً در اموریه که مخل حق استمتاع مرده، مثل مسافرت های طویل المدت. بنده در این بارم یک مقاله نوشتم، بخواید از طریق ایمیل میفرستم براتون، که ثابت کردم صرفاً اجازه گرفتن از آقا برای خروج از منزل برای مسافرت های طویل المدت. من اینجا یک سوالی دارم، حالا به عنوان شنونده شما میپرسم، میشه به معنی همین مواردی که فرمودی که آره در بعضی امور برای خانم‌ها نیست برای آقایون هست، شما یه مورد بگو که خانم باید اجازه آقا رو بده؟ عرضم به حضورتون که مرد موظف در یک زمانی عرضم به محضرتون که با خانم رابطه جنسی داشته باشه، اگر افزون بر اون باشه عرضم به حضورتون که آقا موظف اجازه بگیره. مزد بخوام آقا نسته خودت هم میدانی مثلا سفری که فارما بیشتر بشه که در هیچ امری مرد به اجازه زنش نیاز ندارد. والسلام. نه ناکنی اینه، بله ناکنی اینه، در فقه ما آمده است که مرد حداقل حتی اگر خانم از اون مطالبه‌ای هم نداشته باشه هر 4 ماه یک بار میبایستی همبستری بکنه با همسرش. حالا فرض بفرمایید یک سفر طویل مدت آقا بخواد به 1 سال، این در تعارض با حقوق زوج قرار میگیره. اینجا از نظر اخلاقی بخوایم، از نظر فقهی بخوایم، من قانونیشو الان میگم نمیدونم، باید جناب لطفی بگه، از نظر فقهی بخوایم اینجا رضایت خانم بایستی ممنونم ناصر جان. خانم دکتر ما در خدمت شما هست. خواهش میکنم. اولا که ناصر جان ما 3 تا خانم داریم، به شما ناصر جان میگیم، گناه کبیره کردی، نماز روزتم باطله. یادت باشه ناصر جان، ناصر جونم، لطفا اینو حواست باشه که داری گناه میکنی. دومم ببخشید، من سنس اف هیومر دارم، من خیلی شوخ طبعم، تو سمینارم همه جا یه شوخ طبعی دارم، ولی خب حقیقتا هم دارم میگم دیگه. من یک زن نامحرم، شاپرک زیبا، اون بانوی زیبا اون بالا، زن نامحرم، هی به شما میگیم ناصر جون و ناصر جان. خودت میدونی که در دینت شدیداً این حرام است. دومن، مسئله خیلی مهم اینه که آقای ایمان عزیزمون در کنار ما هستن و دقیقاً قرآن از خود شماها و خامنه ایتون و جد و آباد حزب بیت رهبریتون بهتر قرآن رو میشناسن. همیشه هم میدونی که کم میارین در مقابلشون. سومن، مسئله خیلی مهم اینه که هی دارین هی ما میگیم آیه قرآن بیارید، شما هی میرید از فقهاتون صحبت. ما چی کار به این فقهای بی سواد شما داریم؟ ما کار به علم داریم، کار به عدالت داریم، کار به انصاف داریم، کار به انسانیت و برابری داریم. ما چی کار به فقیه فلان و فقیه فلان داریم؟ قرآنتون رو در برابر من ملحد کافر قرار بدید، به من بگید که زن حقوق داره. هی میاد میگی زن من رو نگاه کنید. من به کار خصوصی شما آقای لطفی کاری ندارم که زندگی خصوصی شما شاید شما انسان بسیار مهربانی هستید، ولی الان در کلام آخر که زن مرد حق نداره، اجازه احتیاج نداره از خانم، و اگر سفر طولانی کنه احساس جنسی داره خب بره خود ارضایی کنه، ولی همین شماها اجازه خودارضایی رو از کودک و نوجوان و انسان گرفتین و اجازه خیانت به مردها تو به شما مردها به خودتون دادین از طرف دینتون، که مرد حقه به خاطر اینکه نیاز جنسی داره. به عنوان یک روانشناس و سایکوسکشوال تراپیست دارم بهتون میگم زن 9 برابر بیشتر از شما آقایون احساس جنسی داره و نیازمند احساس جنسیشه، منتها انقدر سرخوردش میکنین از شب زفاف، انقدر رفتار بیادبانه، بسیاری نه همه مردم، بسیاری از مردم نه رفتار بیادبانه، پوزش میخوام، ندانستن
معشوق بودن، ندانستن دنیای عاطفی و دنیای جسم زن. چرا؟ به خاطر اینکه نه خود مرد آموخت از کودکیش و نه خود دختر رو اجازه دادن، چون به محض اینکه دیدن دختر به خودش دست میزنه که مرحله رشد و مرحله شناخت جسم و روان و جنسشه که 60-70% مغز جنین در شکم مادر، در رحم مادر بخش سکشوالشه که داره رشد میکنه، ولی انقدر شما دین رو علم رو پس زدید و با دینتون همه چی رو توجیه و مغلطه و سفسطه کردید و این نیاز طبیعی رو از کودک و نوجوان گرفتید، اینجاست که وقتی وارد شب زفافشون و بستر معشوقه و زن، یعنی معشوقه منظورم زنه، برای اینکه من میگم زن و شوهر باید معشوق هم دیگه باشن و جسم خودشون رو بشناسن تا جسم یکدیگر رو بشناسن. اما اکثر مراجعین من از مذهبی گرفته تا غیر مذهبی یا سنتی مشکل بسیار جدی مسائل زناشویی دارن و این اصل مسئله طلاقشونه. اما آیا شماها اجازه میدید؟ چقدر تهدید میکنید کودک رو؟ چقدر کتک میزنید که اون دنیاتون با یک ماه آویزونت میکنه، بابات بیاد سرتو میبره، کور میشی، کر میشی، بچه دار میشی؟ اجازه خود ارضایی رو به بچه نمیدید و اون باعث میشه که کودک نوجوان و یا جوان و یا حالا بالغ دست به کارهای دیگر بزنه و رفتارهایی که خود شما هم بعدش حالا حرامش هم کردید و بعدش هم داعش شیعه اومد و شیعه رافضی که یک کلا شرعی گذاشتین سر اسلامتون و کردینش صیغه. حال باز خدا پدر اون سنی ها رو بیامرزی که لاقل میگن 4 تا و شما اومدین یک کلا شرعی گذاشتین گفتین 4 تا رسمی و هر چقدر دلتون میخواد غیر رسمی میتونید صیغه 1 ساعته بکنید. اجازه بدید من صحبتم تموم شد. میتو جان من یه سوال بکنم اینو حرفتون، چون شما به هر حال گفتین چاپی میکنید، من یک سوال ازتون بکنم. دوستان وقتی صحبت از قوانین اسلام میشه درباره زدن و خب میان به نوعی سعی میکنن چهره رحمانی نشون بدن و بگن این مرحله آخر هست و چنان و چنین، من میخوام یک پله برم بالاتر از شما به عنوان متخصص بپرسم. در مرحله قبل از زدن دوستان میگن آقا سکس نکن باش، اصلا نرو طرفش. این نگاه بالا به پایین از سمت مرد به زن نیست؟ آیا حالا اینو اصلا نمیتونیم به نوعی خشونت بدونیم؟ ببینید دنیای جنسی زن با مرد خیلی فرق میکنه. مرد اصولا میتونه، دیدیم بارها شنیدم، من خودم شنیدم تو تراپی که دعواشون شده 1000 تا فوش و بعد بیرا حتی دست مرد بلند شده، بعد رفته بر از خانم رابطه جنسی خواسته و خانم هوار میزنه که به من فوش داده، هوار زده، دستش رو من بلند کرده، بعد مده میخواد رابطه جنسی با من داشته باشه. بعد آقا برمیگرده میگه خب خانم چه ربطی داره؟ خب چه ربطی داره؟ حالا یه عصبانی شدم، یه داد سرت کشیدم، یه کتک، خب تقصیر خودت بود، اعصابم خرد کردی، کتکت زدم. یعنی اینقدر ساده، اینقدر آسان ما خیلی راحت نمیتونیم بفهمیم که دنیای و زن وقتی که اینجوری باش تحقیر بشه، توهین بشه و کتک بخوره، چطور دیگه احساس جنسیش رو بخواد روشن بکنه، آن بکنه به قول انگلیسی ها، و بخواد با مردی که این چنین باهاش صحبت کرده رابطه جنسی داشته باشه. دنیای جنسی مرد با دنیای جنسی زن تفاوت داره، هرچند که زن احساس جنسیش و از جاهای بسیار متفاوت میتونه ارضا بشه و مولتیپل اورگازم داره. آقای لطفی مولتیپل اورگازم یعنی این که در آن واحد زن میتونه چندین بار ارضا بشه که شما آقایون بسیار کم میارید در این مورد. یعنی درصد آقایونی که بتونن مولتیپل اورگازم داشته باشن بسیار ضعیفن. بعد زن رو این چنین پسش بزنین که اگرم مسافرت میره، اگر احساس جنسی داره حق، حتی حق خود ارضایی هم نداره، اما آقا حق داره 10 تا صیغه هم بکنه چون احساس جنسیش برآورده باید بشه. بعدش هم برگردیم به صحبت‌های قبلیتون که کوتاه شنیدم در مورد اینکه چرا در قرآن این آیات به نفع زن نیست. گفتید که محمدتان، ببخشید که اینجوری صحبت میکنم چون ایشون محمد من نیستن، محمد شما، محمدتان بیشتر در با آقایان در ارتباط بوده. آقای لطفی و ناصر جان، آقای محمد شما در زمانی که هیچ قدرتی نداشت رفت با بزرگترین تاجر آن زمان که شما همش گفتید
بعد از اسلام عربستان در جهالت بود، زن محمدتون بزرگترین تاجر اون زمان بود، بهترین شاعران در آن زمان قبل از اسلامتون، بزرگترین بت‌ها در همون مکه‌ای که شما محمدتان تسخیر کرد زنان بودن، خدایان زنان بودن، و آمدید این چنین تسخیر کردید و محمد با ذکاوت تمام رفت با 20 سال از خودش بزرگتر بود خدیجه، با خدیجه ازدواج کرد. چطور شد؟ همش در کنار مردان بود، همه آیاتش برای مردان بود. چطور شد که از موقعیت خدیجه سوء استفاده کرد؟ و به محض اینم که خدیجه فوت کرد، احساسش بسیار ناراحت بود به خاطر اینکه بانوش رو از دست داده، سریع رفت سراغ عایشه 6 ساله که تا 9 سالگی صبر کنه. بس کنید مغلطه و سفسطه رو. آقای ناصر عزیزم که انقدر جوانی، کمی به علم فکر کن، کمی از این خشکی این همه کلت رو بردی تو اون قرآنت که خودت هم عربی رو بلد نیستی. سعی میکنی، من عربی صحبت میکنم، سعی میکنی با عربی، با لهجه غلیظ عربی بگی خیلی بلدی. بابا ویل کنین، قرن 21 بیچارمون کردین، دنیا رو به هم ریخت، داعش شیعه و داعش سنیتون و داعش شیعتون، دنیا رو به هم ریختین، سوریه رو به هم ریختین. من میرم تو اتاقهای کلاب هاوس سوری عرب ها ببینید چی از شما ها میگن. مردم سوریه رو بیچاره کرد حکومت شما. حال اومدین امشب و مندین پیش ما میگین قانون اساسی رو دقت نکنید. نه به حکومت اسلامی، بابا حکومتتون همین فردا میرین شما رأی میدین، به همینی که امشب حالا ادعای روشنفکری دارین میکنین در مقابل ما. آقای ناصر عزیزم توی جوونی تازه میخوای طلبه بشی، اون عمامه رو بذاری رو سرت؟ ای داد و هوار بر ما، کجا گیر کرده این جوانهای امثال شما؟ جوانهای ما گیر نکردن، ما اجازه دیگه، ما نمیذاریم جوانهای ما خامه حرفها و قرآن و تورات و انجیل شماها بشن. هیچ کدومشونو من قبول ندارم. انسانیت، عقل و انسانیت حرف اول میزنه. بذاری اینو من براتون بخونم. وقتی به من میگن، به من کافر، به من کافر، وقتی که میگن دین تو چیست، میگم دین من و خدای من فقط و فقط با انتخاب بلوغ من، اخلاق و انسانیت و اصول و وجدان و شرف و صداقت و راستگویی و درستکاری، مهر و محبت و توجه و عشق ورزی، آگاهی، شعور، عقل و چند تا نقطه و علم، انصاف، به دور از هر گونه تعصب عقیدت دینی، نژادی و سیاسی است و بس. دین تو چیست ای ناصر عزیزم؟ دین تو، من با آقای لطفی کاری ندارم، با توی جوان کار دارم. دین تو چیست؟ اون قرآنت است که خودت هم نمیتونی کم میاری در مقابل سوالهای بسیار مهم ما. شب و روز تک تکتون خوش. من دنیا سپاسگزارم که اجازه دادین صحبت کنم. تشکر میکنم خانم دکتر بابک. 20 ثانیه به من بدید. لیلا جان یه لحظه ببخشید. 20 ثانیه من لطفاً خانم دکتر. شما عزیز بذارید 20 ثانیه آقای لطفی صحبت کنم، بعدا نگم ما بهشون تریبون ندید. نه خانم دکتر نران، فقط ایشون یک نسبت دروغ دادن، گفتن آیش 6 سال. ایشون یه نسبت دروغ دادن. نه 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 6 ساله 6 ساله بود محمد عاشق شد، رفت به ابوبکر، این بچه هست 9 ساله شد. بعد حالا شما تلاش کردیم بکنیدیش 27 ساله بفرمایید. مخاطبین قضاوت میکنن. البته ببخشید آقای ایمان عزیز، سلیمانی عزیز اینجا هستن، میتونن کامل در مورد این سه عایشه 6 ساله نبود، عایشه 17 ساله بود، دختر نبود مطلقه بود، از یکی طلاق گرفته بود و در سن 23 سالگی هم وارد منزل پیامبر شد. ممنون خانم دکتر. شما خوبی؟ بذارید من یه سوالی مطرح کنم، ببخشید یه سوء استفاده می‌کنم. من آسان ببخشید یه نکته من بگم، یه نکته درباره یه لحظه جان. دوست عزیز بفرمایید صحبت کردم. آسان جان نوبت سام هستش، اجازه بدید طرح پرسشی بکنم. مرسی، ممنون خانم دکتر. واقعیت من میخوام جسارت کنم و پا رو یه قدم اصلا فراتر بذارم. ببینید ما در دنیایی هستیم که گفتم مثل اینه که یک دوربینی از من یک فیلم برداری کنه و من از یک مغازه دزدی کرده باشم و من بیام علنا این رو انکار کنم. به هر حال دوستان هم اینجا کتابشون هست، قرآنشون هست و
تماما با این دوستان هم وارد بحث میشیم. خب دیدید شما کاملا مغالطه میکنن و انکار میکنن به وضوح، یعنی آشکار دروغ میگن که این گونه نبوده و یک تعبیر دیگه. این رو من به واقع میخوام از لحاظ روانی بدونم به چه صورت هست، یعنی چه مکانیزمی باعث میشه که این دوستان اینقدر حالت تدافعی بگیرن و نسبت به این مسائل نخوان قبول کنن. یعنی آیه‌ای به وضوح گفته بزن، آیه‌ای به وضوح گفته بکش، آیه‌ای به وضوح گفته سر ببر، اینها همچنان نمیخوان قبول کنن. آیا از لحاظ روانی دچار اختلالی هستند یا اینکه نه به واقع میخوان دینشون حفظ بشه و نمیخوان پا عقب بکشن؟ ممنون میشم. سوالتون، خواهش میکنم، سوالتون خیلی خیلی سوال مهمیه. اولا که بستگی داره که من در کودکی در کدوم خانه و خانواده بزرگ شدم. بعضی مواقع حتی کودکی که در این خانواده بسیار بیبندوبار بزرگ بشه، چون من همیشه تو صحبتام رادیو تلویزیون سمینار میگم ای آقا ای مهرب، به مرد میگم مهربان، به زن میگم مهربانو، میگم ای مهربان و مهربانو وقارت هرگز فراموشت نشه. شدیداً هم ضد بیبندوباری هستم، منی که 30 سال در انگلیس در لندن زندگی میکنم. مسئله اینجا اینه که کودکی که با یک خانواده بسیار متعصب و یا خانواده بسیار بیبندوبار بزرگ بشه، خطر یک بعد نگاه کردن و به نوعی آویزون شدن به چیز دیگری که بتونه عکس اون مسئله، مثلا اگه کودکی در یک خانواده بیبندوبار بزرگ میشه، امکانی خیلی زیاده که شدیداً متدین بشه، حالا فرق نمی‌کنه کدوم دین. در کنارش هم زمانی که من از کودکی، ببینید ما هیچی خودمون رو خودمون انتخاب نمی‌کنیم، ما از وقتی که به دنیا میایم در گوش ما مسلمون از اون باید بخونه، اگر خانواده مذهبی ان البته، و بعدش هم از همون کودکی شستشوی مغزی داده میشه به من از دینی که داره تحمیل میشه به من کودک. حالا این میتونه مسیحیت باشه، این میتونه یهودیت باشه، هر دینی، من کلی دارم صحبت میکنم. اینجاست که کودک با این شستشوی مغزی داره رشد میکنه و بعد حالا این کودک رو ما گذاشتیم در جمهوری اسلامی، میبینیم که این کودک در خانه اگر مذهبیه در خانه مذهبی داره اینچنین بزرگ میشه، وارد آموزش و پرورش هم میشه اینچنین بزرگ میشه و بعد چون متدینه، اصولا چون متدینه طبیعتا جذب نظام جمهوری اسلامی هم بیشتر میشه، خب طبیعتا منافعش هم خیلی بیشتر میشه، منافع مالیش، منافع از همه نظر. آقای لطفی که اینجور داشتن لطف میکردن، تعریف میکردن که چقدر زحمت 6 تا خواهر و 2 تا دختر. آقای لطفی دلم وسط سوخت، بین زنا گیر کردی، خدا به خدا واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. آینو عزیزم، نیمه من مرده تو کار حرفه، نیمه من زنه و خیلی صادقانه تو مسائل زناشویی من معمولا کار میکنم. اصلا مرستیزی و زنستیزی یا مرزلی و زنستیزی رو نمیپذیرم. به هر حال برگردیم به سوال مهم شما، اینه که اینجاست که من با یک شستشوی مغزی بزرگ میشم و بعد دائما تشویق میشم. شما نگاه کنید برای دختر 9 ساله اینا جشن بلوغ میگیرن، 7 ساله رو دوستری توسری میذارن تو سرش، تو بعد کودک معصوم وارد مدرسه میشه، کودکی که باید شادی کنه، شاد باشه، بزنه، برقصه، چون شادی از نظر روانشناسی روی شخصیت کودک بسیار تاثیرگذاره، رو هورمونای شادیش تاثیرگذاره و عمر انسان رو به طور کلی طولانی تر میکنه و امراض رو از آدم دور میکنه، از انسان دور میکنه. میبینیم حالا سرکار خانم ببخشید، بله بزرگوارم ببخشید، بنده ابتدای عرایزم نسبت به حقوق و جایگاه بی بدیل دختر در خانواده اشاره کردم از منظر اسلام، هم به آیه قرآن کریم اشاره کردم، هم به روایات متعدد که گفتن دختران رو تکریم بکنید. دیگه نکنید اگر یک خانواده ای بله تکریم میکنن. من آیه اشاره کردم با آیه ای که میگه لیس ذکر کل انسا. ناصر جان بذاری من جواب، من چون من اصلا فقط به خاطر آقای شاپارک جان و آقای ایمان اومدم تو، وگرنه باور کنید من حوصله این مغلطه ها رو اصلا حوصله ندارم. ما چی خواهیم بکنست؟ جون آخی آف کورس همه شما آره بس بذار جواب سواله، بذار جواب سواله سمون بدین بابا، خیلی سوال مهمیه.
اینجاست که کودک متاسفانه ما میبینیم که ناصر جان عزیز دل ما که وای چقدر امشب گناه کرد و گناه بهش دادیم، گناه همه گناه های این بخش امشب ناصر جان، من هرچی جان شنیدی رو سر گردن من سم عزیزم، اینجاست که امثال ناصر گرفتار میشن، برای اینکه دائما همین رو شنیدن، دائما همین رو شنیدن. و بعد مسئله زن و جسم زن تحریک آمیزه. من وقتی که اومدم تو این کشور نمیدونم چند نفر تو این خیلی خندن میشنن صدای ما رو، بذار اینو برای تو خیلی جالبه، باز گفتم من سنس و فیرمر زیاد دارم برای اینکه خسته کننده نشه، اینم خیلی جالب. من تازه اومده بودم تو این کشور، یه چیزی که من از دنیای غرب از خانمهای غرب متوجه شدم و خیلی متعجب شدم، دیدم که از باسن آقایون مثل مردای ایرانی که از باسن خانمها لذت جنسی میبرن، خانمها هم اینجوری دارن صحبت میکنن که من خیلی تعجب کردم، چون تا حالا من خودم یه همچین چیزی رو نشنیده بودم از خانومها که فکر احساس تحریک جنسی از باسن مرد داشته باشن. پس این پرانتز رو گذاشتم، متوجه بشید که زنها هم در مقابل جسم مرد تحریک میشوند. رفتم مالزی چند سال پیش، صبح شب رسیدم، صبح از اتاق بالا نگاه کردم، یه دفعه اون استخر رو دیدم که خانم ما با همین برقه، با برقه های داعشی، البته قبل از داعش بود این سفر من، و آقا با مایو، خانم با تو اون گرما، خانم سیاپوش با برقه داره در کنار همسر مایوپوش جسم بسیار سکسیش داره راه. خب این واقعا برای یک لحظه، برای یک لحظه وجدانتون رو بیدار کنید که چطور میشه که زن بدبخت باید تو اون حال و روز گرما اومده مثلا هالیدی با شوهرش، این چنین باید بپوشه و شوهرش این چنون جسم زیباش رو بندازه بیرون. نتونستم طاقت بیارم، توی آسانسور یکیشون تو آسانسور بود، چون به عربی صحبت میکنم، با عبهش گفتم که من میخوام فقط ازت سوال کنم، آخه چرا یه همچین چیزی رو میپذیری؟ برگشت گفت من چاره دیگه ای ندارم، حق ندارم غیر از این باشم. خیلی خیلی دلم سوخت واسه اون دختر جوان که ماه عسلش هم اومده بود. پس زن هم تحریک میشه. دوباره برگردیم به سم عزیزم، ببخشید من میپرم، برای اینکه حولم من معمولا وارد این اتاقا نمیشم، میخوام حرفامو بزنم. ممنونم خب. از شما خانم دکتر. کوتاه چشم کوتاه خب حتما. خب مسئله اینجا هستم اینه که اگر من شستشوی مغزی داده شده باشم و دائما به من بگن که زن محرکه، حتی یک موی که هیچ کدوم اینا از نظر علمی اثبات شده نیست، و من ناصر جوان همچنان معتقد باشم که اشعه موی زن اشعه تحریک کننده داره، یا اون آقای نمیدونم دقیقا کی بود، پاشون رو پاش نباید بندازه، سوزن رو وقتی نخ سوزن میکنه یا پریز رو میخواد بذاره تو پلاک بعد مواظب باشه چون تحریک جنسیه، زمانی که مگه همچین چیزهایی رو انسان میشنوه از آقایون، از تحریک شدن از زن، چه احساسی من زن و توی مرد عادل منصف حامی حقوق برابری زن احساس میکنی؟ حالت تهوع به دست نمیده که همه فکر و ذکر اینا فقط تحریک شدن جنسی است؟ اینجاست که متاسفانه گرفتار میشن و وقتی هم که مسمومش میشن مثل اعتیاد میمونه. ببینید تعصب یکی از خطرناکتر، من هیچ گونه تعصبی ندارم و هیچ پرونده بسته ای ندارم، همین الان شما میتونید از زندگی خصوصی من سوال کنید، پرونده بازم من، ولی زمانی که من اینچنین بسته شدم و با تعصب خانوادگی بزرگ شدم، من چطور میتونم اون وقت افکار باز داشته باشم؟ چطور میتونم وقتی از کودکی به من گفتن علم رو گوش نکن، فقط به فلسفه و اون عقیده و اون فقه و اون قرآنت فکر کن یا اون انجیلت فکر کن، چطور دیگه این کودک متدینی که در این خانه بزرگ شده بتونه افکار باز داشته باشه؟ در قفس خود محبوس است و دیگران رو هم میخواهد در قفس خود محبوس کند. پوزش میخوام که خیلی صحبت کردم، امیدوارم که منو ببخشید.
خیلی سپاسگزاریم از شما خانم دکتر عزیز. البته اینم عرض کنم ما بچهای جمهوری بی خدایان هم خیلی وقت داریم زحمت میکشیم. عرض کنم که ای جانم من